زمین‌های مجازی میلیون دلاری، میمون‌های دیجیتالی چند صد هزار دلاری، همه اینا نشون میده که انگار خیلی زودتر از چیزی که باورمون بشه متاورس داره جدی میشه و ما داریم وارد آینده میشیم. سلام هیلاتلیه عزیز، چند ماه قبل که مارک زاکربرگ برای اولین بار اومد اعلام کرد اسم کمپانی فیسبوک رو تغییر داده به متا، فهمیدیم یه اتفاق عجیب و غریب و خیلی خاص افتاده، ولی فکر نمی‌کردیم که به این زودی اینقدر جدی بشه. الان یه طوری شده که هر جا میشینیم یا هر صفحه‌ای رو باز میکنیم یا هر خبری که به گوشمون میرسه در رابطه با متاورس هست. یه سری‌ها دارن تو این دنیا فعالیت می‌کنن، یه سری‌ها دارن یاد می‌گیرن، یه سری‌ها دارن درآمدزایی میکنن و یه سری ها تازه دارن کلی میلیون دلاری توش پول خرج میکنن. یه سری ها هم شاید هنوز اطلاعات کاملی نداشته باشن و دوست دارن بدونن که چی هست و چه اطلاعاتی راجعش میتونن داشته باشن و قراره که به سمت چی بره آینده. امروز میخوام راجع به دنیای متاورس صحبت بکنیم، چیزی که احتمال داره آینده خیلی از ماها بهش ربط داشته باشه. مرسی که این ویدیو رو الان لایک میکنید، چون فکر کنم تا آخرش اگر ببینید براتون حتما جذابه و سیوش هم بکنید. بریم ببینیم لونه خرگوش تا کجا ادامه داره. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. اول ببینید متاورس چیه؟ ببینید خودش یعنی تلفیق دنیای واقعی و دنیای مجازی. حالا این یعنی چی؟ یکم توضیحش یا اینکه بخوام مفهومش رو به کلام بگم به نظرم سخته. بذار یه جور دیگه بگم. اگه 50 سال قبل یه کسی به شما میگفتش که اینترنت مثلا یه همچین چیزیه، یا گوشی تلفن همراه که تو دست شماست قراره این کارا رو بکنه، شما چی برداشت میکردید؟ ولی الان خیلی راحت درک میکنید، چون تجربه استفاده از همچین چیزی رو مثل اینترنت یا گوشی تلفن همراه رو دارید. الان متاورس هم همینطوریه، یکم سخت توضیح دادنش. اگه حالا فیلم باز باشی چقدر راحت تر باشه، مخصوصا اگه مثلا فیلم ردی پلیر وان رو دیده باشی، تو طول فیلم فکر کنم کاملا درک کردید که این دنیای متاورس قرار چی بشه. یا اگه مثلا 20 سال برگردیم عقب‌تر ماتریکس رو تصور کنید و یادتون بیارید، فکر میکنم میتونید دنیای متاورسی رو یه جورایی تجسم بکنید. شاید تفاوت‌هایی داشته باشه ولی اون مفاهیم کلیش کاملا یکسانه. اگه گیمر باشید که دیگه خیلی جلوتر از ماهایید و یه جورایی باهاش زندگی کردید، اصلا همون کارا رو هم شاید انجام داده باشید. این دنیای مجازیه اینطوریه که شما توش یه هویت و شخصیتی دارید که به واسطه یه آواتاری که خودتون یا شبیه هر چیزی که دوست دارید میسازید تعریف میشه. خونه دارید، ماشین دارید، ممکنه شغل داشته باشید، راه درآمدی دارید، راه خرج کردن پول دارید، میتونید اونجا برای خودتون اعتبار کسب کنید به واسطه پولی که بیشتر خرج میکنید و فروشگاه ها هستن، نمایندگی ها هستن، این زندگی که الان داریم یعنی مارکت ها هستن، برند ها هستن، خونه های لاکچری هست، خونه های معمولی هست، اصلا تفریح هست، یعنی هر چیزی که تو دنیای واقعی داریم تو اون دنیای ساخته شده و میتونید ازش استفاده بکنید. حالا تلفیق دنیای واقعی مجازی اینجا شکل میگیره که شما توی اون دنیا میرید توی مثلا یه نمایندگی برند مثلا آدیداس، یه کفشی رو پاتون میکنید، میبینید، میپسندید، سایز عوض میکنید، رنگ عوض میکنید و در نهایت سفارش میدید و یه دونه کالای واقعی کفش واسهتون ارسال میشه. این در هم تنیدگیه میشه تلفیق این دوتا دنیایی که با هم داریم و این ابتدای راهه. شاید همینطوری سالها که بریم جلوتر این خیلی بیشتر و بیشتر بشه و کار برسه به این که به جای اینکه فقط دوتا از حسای ما تون دنیا کار کنه، یعنی حس بینایی ما به واسطه حالا یا عینک یا تصویری که داریم میبینیم و حس شنواییمون به واسطه اون هدفون یا حالا هر صدایی که داره پخش میشه، بقیه حسای ما هم درگیر کنه، شامل بشه، یعنی حس لامسمون هم اونجا کار بکنه، مثلا به واسطه یه دستکش، حس بویایی ما هم به واسطه مثلا یه چیپست کار کنه و همه یه حسا اگر اونجا کار کنه تقریبا زندگی واقعی ما انتقال پیدا میکنه تو اون دنیای عجیب و غریبی که دیگه میشه گفت مجازی نیست، یه جورای کاملا در هم تنیده شده و یکی شده با دنیای واقعی. اما همه اینا قبلا هم وجود داشته، همین الان میتونید برید توی سایتی واسه اینکه یه هنسفری رو سایزش رو ببینید و قشنگ از نزدیک حس کنید چه شکلیه، واقعیت افسوده اونو مثلا بیاره رو میز شما اونجا ابعادش رو ببینید، یا برید توی مثلا یه گالری و 360 درجه همه چی رو نگاه بکنید. ولی فیسبوک اومده یه جورایی برای یه پاشه کردن اینا، واحد کردن اینا، یه اسمی گذاشته روی این پروژه و با یه پروژه تبلیغاتی شاید سعی کرده که اینو هدفمندتر ببره جلو تا شاید برسونه به این نقطه‌ای که اون نقطه شاید اسمش آینده باشه یا ورود به آینده باشه. حالا
بریم سراغ مفهوم بعدی که خیلی مهمه. تو این دنیای مجازیه بعد از اینکه فهمیدیم چطوریه، چیزی که مهمه اینه که خب لباس، خونه، ماشین و هر چیزی که دارایی یه نفر یا یه کسی اونجا میتونه داشته باشه چطوری تعریف میشه. از هنر گرفته، یعنی یه تابلو نقاشی، تا موسیقی، تا یه تیکه لباس، تا مایملک، یعنی زمین و ماشین و خونه و پول، همه چی NFT میشه. پول البته نه، همه چی NFT میشه. NFT یه مشخصه، یه یونیک کردن اون ویژگیه. یعنی یه لباسی اگر شما دارید که متعلق به شماست، شاید هزار نفر دیگه هم این لباس رو شبیهش رو داشته باشن و تو دنیای دیجیتال این شباهت امکان وجود داشتن نداره. دنیا واقعی نیست که هزار تا چیز شبیه هم دیگه باشه. پس اینا نیاز دارن که یه چیزشون متفاوت باشه. اون مشخصات کاملی که متفاوت میکنه هر چیز رو از یه چیز دیگه، یه زمین رو از یه زمین دیگه، یه ماشین رو از یه ماشین دیگه، یه لباس از یه لباس دیگه، اون اسمش میشه NFT. که لازمه یه معنی پیدا کردن این دنیا واسه اینکه بقیه داستانا ادامه پیدا کنه و ما توش بتونیم همه کارهایی که تو این دنیا انجام میدیم و اونجا هم انجام بدیم. حالا شما با هدف‌های مختلفی ممکنه دلتون بخواد وارد این دنیا بشید. یعنی چی؟ یعنی اگه دوست دارید بازی بکنید میتونید تو این دنیا انجام بدید. اگه دوست دارید سرمایه‌گذاری کنید میتونید چیزی بخرید. اگه دوست دارید درآمدزایی کنید میتونید برید توی پروژه‌های مختلف که حالا توضیحاتشون میدم به صورت‌های مختلف درآمد داشته باشید. اگه دوست دارید پول خرج کنید میتونید که برید و هر چیزی که دوست دارید اونجا بخرید. قضیه از این قراره که یه سایتی هست به اسم پلیتور که میری تو این سایته، اونجا لندهای مختلفی هست فعلا در حال حاضر، که خود این قضیه به نظر من عجیبه. در نهایت احتمالاً باید بشه یکی، ولی الان چند تا لند مختلف هست که معروف ترینشون دیسنترالند که یه جورای خبرها و حواشی که داره بیشتر از بقیه است و برندها و آدمای معروف تو این بیشتر از بقیه دارن فعالیت میکنن. میتونید به داخل بعد از انتخاب آواتار و مجموع ویژگی‌هایی که دارید و دوست دارید انتخاب کردید، میتونید برید تو این دنیا. تو این دنیا همه کار میتونید کنید. میتونید برید گالری ببینید، میتونید برید دستفروش بشید، میتونید برید یه ملکی رو بخرید، یه زمینی رو بخرید، یا میتونید مثل نیمار برید عکس یه میمون رو به عنوان یه هنر $1,000,000 بخرید، یا مثل کایلی جنر برید یه ویلای خیلی خوب بخرید، یا مثل شرکت یا برند سامسونگ برید فروشگاه و شعبات خودتون رو اونجا بخرید. حالا شاید بگید که چرا یه کسی میره یه هزینه میکنه و توی دنیای مجازی میره یه چیزی میخره؟ به خاطر اینکه خیلی الان تصور میکنن متاورس یه جور آینده زندگی ماست. دارایی که اونجا داریم مهمه، درآمدی که اونجا داری شاید مهم بشه، ملک و املاکی که اونجا داری شاید مهم باشه و کلی جزئیات و چیزای دیگه که خیلی طولانیه. من تو این ویدیو حالا بهش نمیپردازم. حالا چرا کمپانی مثل فیسبوک میاد همچین پروژه‌ای و همچین داستانی رو کلن ران میکنه؟ علتش اینه که به شما میگه که شما میتونید مرزهای جغرافی رو از بین ببرید. میتونید که در حالی که اینجا نشستید تو بهترین کنسرتی که دوست دارید تو بهترین جای مثلا آمریکا باشید و همون حس بهتون دست بده، نه اینکه صرفا یه تصویر دو بعدی یا سه بعدی حتی ببینید. میتونید که توی استادیوم ورزشی باشید و یه بازی بارسایی که لذت میبرید از دیدنش رو همونجا حس کنید، دارید میبینید و از اینکه تو استادیوم نیوکمپ هستید لذت ببرید. اینا خیلی قشنگه، ولی از یه جایی به بعد که یک کم عمیق‌تر بهش فکر میکنید یه سری اتفاقات ترسناک میفته. من خودم میترسم، میترسم از اینکه بعد از بین رفتن این مرزهای جغرافیایی الانمون اونجا چه مرزهای جغرافیایی به وجود میاد. این ویدیو رو سعی کردم که خیلی کلی و مختصر توضیح بدم. ساعت‌ها میشه راجع به متاورس حرف زد و اصلا تو این ویدیو جا نمیشه. شما نظرتون رو واسه ما بنویسید که به نظر شما متاورس چیه و آینده که داریم به سمتش میریم چطوریه به نظرتون؟ چیه منظور اینه، خوبه یا بده؟ دمتون گرم که ما رو حمایت کردید. حتما حتما اگر بازخورد مناسبی داشته باشه بازم از این ویدیوها براتون می‌سازم.